سلام بچه ها، چطورین؟ امیدوارم حالتون خوب باشه. امشب میخوام اسنک درست کنم، گفتم برای شما هم آموزش بگیریم که استفاده کنید. این غذا رو هم میتونید با گوشت درست کنید، هم با مرغ درستش کنید، هم با سوسیس کالباس. کلا با هر سه مدلش رو درست میکنم و لذت بخشه. من امشب میخوام با مرغ درست کنم، گفتم برای شما آموزشش رو فیلم بگیریم. دوستای عزیزم، این موادی که دارم میگم کاملا سلیقه‌ایه، میتونید حذفش کنید یا کمش کنید یا زیادش کنید. من بسته به سلیقه خودم این مواد استفاده میکنم، شما هر جور که دلتون بخواد میتونید موادش رو کم و زیاد کنید. قبل از هر چیزی اگر تا الان ویدیوهای ما رو دیدید و سابسکرایب نکردید حتما سابسکرایب کنید، زنگوله رو هم فشار بدید که اگر آموزشی میذارم اولین نفر باشید که میبینید. بریم برای مواد مورد نیاز برای اسنک مرغ. بچه‌ها موادش گفتم کاملا سلیقه‌ایه، میتونید حذفش کنید یا کمش کنید. نیاز داریم به سینه یا ران مرغ، سینه باشه خب خیلی بهتره، مکعبی خوردش کنید، پیاز نگینی یا پیاز رنده شده. من از ادویه های استفاده می کنم که خودم دوست دارم، عصاره مرغ رو همیشه استفاده می کنم برای طعم بهترش، فلفل و نمک. حالا شما چیزی اگر دوست دارید کم و زیاد کنید و طعم بهتری به مرغ میده حتما به من بگید که منم استفاده کنم، یادتون نره که کامنت بذارید. ذرت، دلمه، 2 تا 3 حبه سیر، پنیر پیتزا، خامه صبحانه، پنیر گدا، نون توست و روغن. میتونید به جای روغن از کرم استفاده کنید، هم برای چرب کردن اسنک سازرتون، هم برای خود مواد وقتی قراره که تفتش بدید. من ولی خب کره نداشتم، میخوام از روغن استفاده کنم. دوستای عزیزم یه نکته هم بود که بهتون قبلش بگم، اگر اسنک ساز ندارید هیچ ایرادی نداره، میتونید دوباره همین مواد رو انجام بدید، داخل نون توست درست کنید، منتها داخل از این تاوهای گریلی که مطمئنا هر کسی تو خونه خودش داره میتونید داخل این بذارید نون توست رو، یه جسم سنگینم روش قرار بدید که کاملا شبیه همین اتفاقی که داخل اسنک ساز میفته اینجا هم بیفته. فقط کافیه که یه جسم سنگین روی نونها قرار بدید. من ولی قراره چون عجله دارم و نمیخوام خیلی هم منتظر بمونم، داخل اسنک ساز میخوام انجامش بدم. بریم پای گاز، بهتون بگم که چی کار میکنیم. روغن رو داخل تابه بریزیم، پیازی که نگینی خورد کردیم و اضافه میکنیم و تفت میدیم تا سبک بشه. بچه کاملا تفتش بدید تا سبک و شیشه‌ای بشه و از حالت خامی در بیاد. پیازمون که سبک شد سیر رو اضافه میکنیم و تفت میدیم. به محض اینکه عطر سیر بلند شد مرغ رو اضافه میکنیم. کاملا مشو سلیقه‌ای گفتم، میتونید هم از مواد گوشت قرمز استفاده کنید، این مواد داخل اسنک رو هم با مرغ که با همه این مواد عالی میشه، حتی با سوسیس کالباس هم فوق العاده میشه. یادتون نره نظراتتون رو کامنت بذارید و پیشنهاد بدید که چه غذاها یا چه دسرایی رو دوست دارید که براتون بذارم. خب مرغم اضافه کردم، تفتش میدم تا مرغ تغییر رنگ کنه. اینکه مرغ رو کاملا تفت دادیم و مغز پخت شد، ادویه ها رو اضافه می کنیم به همراه ذرت و دلمه. این مواد رو کاملا تفت میدیم. بچه ها زمانی که داشتم مقدار موادی که برای این اسنک استفاده می کنیم و بهتون می گفتم، فراموش کردم که بهتون بگم قارچ هم استفاده کنیم، خیلی خوش طعمش می کنه. من اون لحظه با اون که خریده بودم یادم رفت. این موادو که تفتش دادیم قارچ هم اضافه میکنیم، با آبی که قارچ پس میده هم مرغ خوش طعم میشه، هم که کاملا طعم خیلی خوبی اسنکمون پیدا میکنه. من این موادو کلا، یا حالا میتونید درشو بذارید یا همینجوری بذارید با دری که نذاشتید در باز، موادمون کاملا مخلوط بشود تمدار بشه. به مرغ و قارچ که کشیده شد خامه صبحانه رو اضافه میکنیم و بعد از اینکه مخلوط کردیم حرارت رو خاموش میکنیم.
موادمون که حاضر شد اجازه میدیم یه کوچولو خنک بشه. تو این فاصله اسنک سازو به برق میزنیم، سینیشو چرب میکنیم، این شکل میبینید. نونای توستمونو روش قرار میدیم تا زمانی که داغ میشه نونا هم ترد بشن. یه قاشق از موادمون روی نون توست میریزیم. بچه ها گفتم هم پنیر یا موادی که دارم استفاده میکنم کاملا سلیقه ایه، شما اگر دوست داشتید میتونید حذفش کنید یا کم و زیادش کنید. من هم پنیر گودا استفاده میکنم که خیلی خوش طعمش میکنه، هم پنیر پیتزا. زیادم مواد نریزید که خیلی پر بشه، همون یک قاشق کافیه. خب من یک کوچولو پنیر و بعد پنیر گودا رو روی نون توست قرار میدم. یادتون نره لایک کنید، سابسکرایب کنید، زنگوله رو فشار بدید که آموزشی میذارم، شما اولین نفر باشید که آموزش ها رو دنبال میکنید و به من بگید که دوست دارید دیگه چه چیزایی رو براتون آموزش بذارم از این سبک غذایی فست فودی، دوست دارید یا نه. نه ببینید روی هر کدوم از این نونا یه دونه پنیرم میذارم. و روی پنیر یه دونه نون توست قرار میدم. به این شکلی که میبینید. در اسنک سازو میبندم. تا زمانی که نونا کاملا ترد بشن. بعد از اینکه آماده شد حتما براتون فیلم میگیرم. اسنک خوشمزه ما حاضر شده، امیدوارم درستش کنید، کنار خانواده لذت ببرید. اگر این ویدیو رو دوست داشتید یادتون نره لایک کنید، سابسکرایب کنید، کامنت بذارید برام، منتظر پیشنهاداتتون هستم. بفرمایید اسنک.